بدون خدا خب در این جلسه میخوایم راجع به ماتریس معکوس پذیر، دترمینان ماتریس ها و تجزیه ادیوی ماتریس صحبت کنیم که در واقع حل دستگاه مدل آیکس مساوی با صفر بسیار حائز اهمیت. خب طرح ماتریس معکوس پذیر رو قبلا هم شنیدید، یه مروری بکنیم برای این تعریف. در واقع تعریف ماتریس مربعی آ رو معکوس پذیر میگیم هر کدوم ماتریس مثل بی چنان موجود باشد که آبی مساوی با بی آ مساوی آی بشه. اینجا در واقع دقت کنید که اگر آی یک ماتریس ان در ال باشد، آی یک ماتریس همانی ان در ال، پس اون حتما به دقت کنید که کجا در مدل این کار انجام میدید. حالا معکوس یک ماتریس در سطح وجود منحصر به فردی، میتونیم ثابت کنیم که اگر یک ماتریس معکوس پذیر باشه فقط یک معکوس داره، چون یه دونه معکوس داره با اسم خاص نشونش میدن و با عامل های یک در واقع نمایشش میدن، آ منفی یک یا آ اینورس در واقع مشخص میکنن. بنابراین شرط هم به آ اینورس آ وجود داره. برای مثال ماتریس آ رو بگیم 1 2 3 من های 1، اگه در عامل های 1 ضرب کنیم آ عامل های 1 مساوی 2 در 2 میشه ماتریس 1 1 0 0 همانی 2 در 2 در واقع به وجود میاد، به این صورتی که به وجود میاد. یه قضیه داشته باشه روی ماتریس معکوس پذیر. فرض کنیم آ یک ماتریس مربعی ان در ان باشد، در این صورت روابط زیر معادل هستند: یک آ معکوس پذیره اگر و تنها اگر، دو دستگاه آیکس مساوی با صفر فقط جواب بدیهی داشته باشد بعد این جواب صفر دیگه، فقط جواب اینجا جواب صفر که حتما وجود داره، جواب غیر صفر نداشته باشه. آی ضرب در صفر میشه صفر، پیش میگن جواب بدیهی. جواب غیر بدیهی نداشته باشه، صفر در واقع ماتریس پلکانی تحویل شده آ برابر آی باشه. پس یا معکوس پذیر باشه، یا دستگاه آیکس مساوی با صفر فقط جواب بدیهی داشته باشه، یا ماتریس پلکانی تحویل شده آ برابر با آی بشه. این قضیه کمک میکنه که ما یه روشی پیدا کنیم برای محاسبه در واقع معکوس ماتریس. روش یافتن معکوس ماتریس آ چی میکنید؟ اگر ما ماتریس در واقع آ رو ما بدن که این ساعت که مثلا ماتریس ان در ان باشه، یه ماتریس ان در ان آی جی، یک ماتریس این دفعه افزوده به وجود میاریم در کنارش قرار میدید به صورت ماتریس آ آی جی ان در ان و ماتریس همانی، ماتریسی که قطر اصلی یکه بقیه جاهاش هم به صفره، این هم ان در ان. خب به مجردی که شروع میکنیم به پیدا کردن ماتریس پلکانی تحویل شده آ، یعنی زمین پیشتو بشه یک زیرش صفر بشه، مرحله بعد بارایار هم صفر بشه، هر بلایی که سر این ماتریس میاریم، ماتریس مقدماتی و حسن ماتریس همانی هم به دست میاد. تا اینکه چیکار کنیم؟ اینقدر پیش میریم تا بشه ماتریس همانی. اینکه بشه ماتریس همانی، ماتریسی که اینجا به وجود میاد میشه ماتریس معکوس بود. دقت کنید توی روال روتون مثال. این ماتریسی که اینجا حساب کردیم، آ مساوی است با چی؟ 1 2 3 منهای. درسته؟ من این ماتریس رو اضافه میکنم در واقع، به این صورت میخوام معکوس ماتریس آر رو ایجاد کنم، بهش میزنم شاید 1 0 0 1 نتیجه میدهد. خب زیر 1 رو باید صفر کنم، من خیلی 3 برابر اول به دوم اضافه میکنم، میشه 1 2 1 0 0 منهای 3 دوتا، منهای 6 و منهای 7 تا، درسته؟ منهای 3 1 1 منهای 3 0 1. در مرحله بعد هفت رو تبدیل کنم به چند؟ تبدیل کنم به یک، میشه عبارت 1 2 1 0 0 1 3 7 و 1 7 منفی، به منهای 7 تقسیم کردم یا به منهای 7 ضرب کردم، بالا 1 رو صفر میکنم
نتیجه بدهن؟ یک، صفر، صفر، یک. در واقع منفی دو برابر به دوم اولی اضافه میکنم. منفی دو سوم میشه منفی شیش هفتم، هفت هفتم میشه یک هفتم، منفی دو هفتم میشه مثبت دو هفتم، اینجا هم میشه سه هفتم، اینجا هم میشه منفی یک هفتم. باید مقایسه کنیم دقیقا ماتریس همانی اینجا نشد، ماتریس معکوس نشد کنارش، پس آمین های یک مساوی است با یک هفتم، دو هفتم، سه هفتم و من های یک هفتم. این ماتریس معکوس ما خواهد شد که اینجا باش کار میکنیم. خب این روال رو همیشه داشته باشید، این روش تحویل شده پیدا کار میکنید. شما هیچ روال خواست اگر تابو معکوس بعضی باشه ماتریسمون، با این فرد حتما معکوسش قابل محاسبه است، خیلی شرط سخت ایجاد نمی کنه که بخواهیم راجبش بحث کنیم. مثلا هاش وقتی شما هم بلدید در سه درسته که این تمرین رو حل کنید، تمرین معکوس ماتریس آ مساوی با در واقع یک دو یک منهای یک صفر یک دو منهای یک و یک رو بیارید. شما این واسه سه درسته ایجاد میکنید، در واقع در کنارش هم واسه همانی سه درسته شروع میکنید به تحلیل کردن ماتریس آ و قدر به ماتریس مورد نظرتون میرسید. بخش بعدی کنون دیترمینان هست، دیترمینان ماتریس آ. اگر تعریف آ یک ماتریس مربعی n در n باشد، بس نکنید آ رو شما دیدن یه ماسه آی جی، دیترمینان آ رو دیترمینان آ را با علامت دیتر آ نمایش داده و به صورت زیر تعریف میکنه. به چه صورت؟ دیترمینان آ مساوی است با سیگمای منفی یک به توان آی به علاوه جی، دیترمینان ماتریس آی جی، جی از یک تا ان. این چی میگه فرمول؟ ببینید وقتی شما میخواییم دیترمینان مثلا آ مساوی با آی یک یک، آی یک دو، آ دو یک، آ دو دو رو حساب کنید، میگه نسبت به یه سطری شما دیترمینان حساب میکنید، سطر اول، سطر دوم، سطر سوم یا سطر انوم. مثلا سطر اول چجوری حساب میکنیم؟ میگه دترمینان آ مساوی است، رو سطر اول کار میکنیم، میشه سیگمای جی از یک تا دو منفی یک به توان آی و جی به علاوه یک. آی چند شد؟ یک شد، درسته؟ آی برابر با یک شد، جی به علاوه یک، دترمینان آ یک جی. دقیقا آی یک جی چی هست اینجا؟ آی یک جی یک ماتریس با اندازه کمتر، یک اندازه کمتر، کاهشی. اگر ما که آ این در این باشه، آی جی ماتریس المن های یک در المن های یک، چون از یه سطر و ستون آ حذف کردیم به آی جی میرسیم. اینجا چی میتونه باشه؟ پس میشه دترمینان آ مساوی با آی رو بدیم یک، جی رو بدیم یک، میشه یک در دترمینان آی یک یک، من های آی رو جلو بدیم دو، میشه دترمینان چی؟ آ یک دو. خب ماتسیمون چی هستش؟ ماتسیمون بوده آی یک یک، آی یک دو، آ دو یک، آ دو دو. ببین وقتی میگیم ماتریس آی یک یک، خب اندیس اینجاست، سطر و ستونی که در آی یک یک همگر رو قطع میکنن هست میکنید، هرچیمون یه ماتریس اینجاست، دترمینان حساب میکنیم. دترمینان یک عدد با خودش برابره، چون عدد مثل یک در یکه، درسته؟ پس میشه آ دو دو. پس این من گشه جا گذاشتم آ آی جی، آ آی جی رو جا گذاشتیم اینجا، میشه چی؟ در واقع دترمینان آ مساوی است با آ آی جی، آ یک چی؟ یک در این، منهای آ یک دو در این. خب اگه حساب کنیم مثل مسئله رو، مثلا آ یک یک رو داریم میشه چند؟ آ دو دو.
یعنی که هست کنیم آن و دو میمونه در این منهای آیک دو سطح و ستون. این دفعه که در آیک دو هم دیگر را قطع میکنن این سطح و ستون هست میشه آدو یک. پس ضرب داره آدو یک. شما در ماتریس های دو در دو نگفتی حاصل ضرب قطر اصلی منهای قطر فرعی، یعنی آیک یک در آدو دو منهای آیک دو در آدو یک که دقیقا درست هستش. مثال بخواییم بزنیم دترمینان ماتریس مثلا همون قبلی رو حساب کنیم یک دو صفر یک رو حساب کنیم میشه یک منهای صفر مساوی است با یک. یا اگر ماتریس سه در سه بود چونی مثلا ماتریس آ که مثال زدیم ما رو آ مساوی با ماتریس یک دو یک منهای یک صفر یک دو منهای یک و یک. این دقت کنیم اگه دیتیمونه میخواییم حساب کنیم طبق فرمول دیتیمونه مساویه با من نسبت به سطر دوم میرم این دفعه میشه چی؟ میشه سیگمای منفی یک به توان دو به اضافه جی آ دو جی دیتیمونه آ دو جی جی از یک تا امروز سطر دوم چون یه صفر داشت سالتر حل میشه رو صفر برم این مساوی میشه با چه؟ منفی یک به توان یک به اضافه دو بشه چند؟ بشه منهای یک میشه منهای آدو یک میشه یه منفی یک داره ضرب در منهای یکی که اینجا به وجود میاد ضرب در دترمینان ماتریس آدو جی ماتریسی که به این وابسته است این باید هست بشه میشه دترمینان دو یک منهای یک یک منهای به اضافه یک. خب به جی بدیم چند؟ دو 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 چهار منفی میشه مثبت یک ضرب در صفر میشه یک ضرب در صفر ضرب در دترمینان ماتریس چند؟ به این وابسته باشه میشه یک یک در واقع یک دو. این هستش سطح ستون که موجود میده چون صفر رو میتونی سیگنال میسیم زنی بشه به این های بعدیش به جی بدیم سه دو به اضافه سه میشه پنج میشه منهای یک ضرب داره آ دو سه میشه چند؟ یک ضرب داره دترمینان ماتریس وابسته به سطح و ستونی که از اینجا هست میشه میشه یک منهای یک درسته؟ دو دو درسته؟ مساوی است. حالا دو یکی دو تا منهای یک سه میشه سه به اضافه صفر به اضافه منفی یک منهای چهار چه چند؟ منهای پنج ضرب در میشه مثبت پنج مساوی با هشت. پس به همین شکل میشه ما دترمینان رو محاسبه کنیم. اما نقش دترمینان ها چی و چه اهمیت دارن دترمینان ها؟ بذار ویژگی‌های دترمینان یک ماتریس رو معرفی کنیم تا ببینیم چه نقشی رو در ماتریس ها بازی کنه. اول اینکه بچه‌ها شرط لازم و کافی برای اینکه یک ماتریس معکوس پذیر باشه اینه که دترمینانش مخالف صفر باشه. یعنی این خواسته کجا به دست میاد؟ از این قسمت به دست میاد. ویژگی‌های دترمینان یک ماتریس. دترمینان یک ماتریس. یک. بچه‌ها اگر آبوراس این در این باشن دترمینان ماتریس آبی مساوی است با دت آ در دت بی. خب اگه اتفاق بیفته شرط اول این نتیجه داره دو دترمینان آ آمن های یک ببخشید اینم بنویسم بعد بگم دترمینان ماتریس های بالا مثلثی پایین مثلثی قطری و در واقع همه اینا میشه حاصل با قطر اصلی اگر آ بالا مثلثی پایین مثلثی یا قطری باشد آنگاه دترمینان آ مساوی با آ یک یک آ دو دو آ سه سه تا ضرب داره آ ام ام حاصل ضرب اعضای قطر اصلی می باشه. این که خیلی مهمه. سه پس اینجور باشه دترمینان ماتریس آی یعنی
برای مثال، برای مثالش دترمینان ماتریس آی میشه چند؟ یک. حاضر قطع اصلی دیگه برابر با یک میشه. سه، بچه دترمینان آی مساوی است با دترمینان آ آمن ها یک مساوی است با دترمینان آ برابر یک زرد در دترمینان آمن ها یک. نتیجه دترمینان آمن ها یک میشه یک بر دترمینان آ. پس اینجا میگیم اگر آ معکوس پذیر باشه، آ معکوس پذیر باشه، اگر آ معکوس پذیر باشه دت آمن ها یک میشه یک بر دت آ. پس بنابراین حتما دترمینان مخالف صفر. شرط چهارم چی میگیم؟ آ ماتریس معکوس پذیر است، پذیر است اگر و فقط اگر دترمینان آ مخالف صفر باشه. برای نکته که از ویژگی‌های دترمینان میشه برای قسمت گفت. قسمت پنجم، اگر یک سطر ماتریس رو در یه عددی مثل کا ضرب کنیم، ماتریس دترمینانش A برابر میشه. اگر یک سطر ماتریس آ را در عدد آ ضرب کنیم و N ضرب کنیم، موقع یعنی دترمینانش دترمینان B مساوی با M تا دترمینان A کی شده؟ B که B چجوریه؟ B مساوی است با B I J به طوری که B I J مساوی A I J برای آی مخالف مثلا کا، درو سطر کاوم همه سطر به جز کا با هم مساویه، آ کا بی کا جی، بی کا جی مساوی ام برابر آ کا جی. در سطر کاوم هر عنصر بی ام برابر آ شده. پس الان بی یه سطر کاومش ام برابر سطر آ هستش، پس دترمینانش هم برابر میشه، ام برابر میشه. نتیجه اگر یک ماتریس رو در عدد M ضرب کنیم، دترمینانش در M به توان N ضرب میشه. چند تا سطح داره؟ N تا سطح داره. پس M به توان چی میرسه؟ M میرسه. نتیجه پنجم، دترمینان لاندا A، لاندا عدد متعلق و عدد حقیقی هستش، میشه لاندا به توان N دترمینان A. به شرطی که آ چند در چند باشه، آ ماتریس آ آی جی ان در ان باشه. چون ان تا سطره هر کدوم یه لاندا میده بیرون، پس میشه لاندا به توان ان. شش، اگه دو سطر یک ماتریس برابر باشن دترمینانش میشه چند؟ صفر. اگر دو سطر یا ستون یک ماتریس برابر باشن دترمینان آن، اگر یک سطر دسته ماتریس برابر باشن دترمینان آن ماتریس صفر است. پس این هم حتما توجه کنید که به چه صورت حساب میشه. نکته ششم، دستگاه معادله های خطی Ax مساوی با صفر دارای جواب فقط بدیهی است، یا جواب غیر بدیهی؟ دارای جواب غیر بدیهیه. بدیهی چیه؟ صفر. دارای جواب غیر بدیهی یا غیر صفر منظورمونه، غیر صفر از اگر و فقط اگر دترمینان آش هم باشه مخالف صفر باشه، مساوی صفر باشه. اگر جواب ببین، اگر دترمینان مخالف صفر بود معکوس پذیر بود، در معکوس ضرب می‌کردیم فقط جواب منحصر به فرد به وجود میاد. پس دستگاه Ax مساوی با صفر جواب غیر بدیهی دارد اگر و تنها اگر دترمینانش هم باشه صفر باشه. دترمینان ضرب باید حتما برابر با این است. در واقع مهمترین ویژگی‌های دترمینان یک ماتریس و نشون دهنده کاربرد خیلی مهمی رو در محاسبات در واقع ماتریسی داره دترمینان. اما نکته خیلی مهم اینجا
در واقع چگونگی ارتباط معکوس یک ماتریس با ترمینال هست، برای محاسبهش عرض میکنم. اینجا دو تعریف مورد نیازه، یکی ماتریس همسازه است، یک ترانهادی یک ماتریسه، که اینا در محاسبات در واقع ماتریسی هم نقش خیلی مهمی رو بازی میکنن. تعریف فرض کنیم ماتریس مربعیه آ داده شده باشه، پس آ یک ماتریس مربعی آ ای جی هستش ان در ان. خب ما میگیم سی آی جی رو تعریف می‌کنیم، قرار می‌دهیم چی؟ سی آی جی مساوی با منفی یک به توان ان، منفی به توان آ به علاوه جی در دترمینان ماتریس مینور یا ماتریس کاهشی، کهات بشن میگن، یا کاهش شده یا چی؟ آی جی چیه؟ سطر و ستونی که در چی؟ درایی آی جی رو به هم متصل میشن و هست میکنید، ماتریسی درجه کاهش پیدا میکنید، دترمینانش رو دست میارید. به این میگن سی آی جی، میگن همسازه، قرار به سی آی جی مصابه مقداره سی آی جی را همسازه آی جیوم ماتریس آ گوید و ماتریس همسازه آ را با چی نشون میدیم؟ ان نشون میدیم، مساوی میشه با سی آی جی. تمام همسازه ها رو میزنیم در یک ماتریس، ماتریس به شما میده؟ ماتریس همسازه به شما میده، ماتریس همسازه به ما خواهد داد. حالا تعریف ترانهاده ماتریس آرا با آترانسپوز نمایش داده و به صورت آ چی؟ مساوی با آتی، مساوی است با ایباس با ادجوینت، ها من اشتباه نوشتم، ترانهاده ماتریس آ را با ادجوینت، ادجوینت هم معنی ترجمه ترانهاده است، ادجوینت آ نمایش شده و به صورت زیر تعریف میکند، ادجوینت آ مساوی با این ترانس متقارن آ. به این تعریف آ ترانسپوز آ تعریف میکنن، آ تی آ تعریف میکنن، پس ترانهاده به این صورت تعریف میکنن. پس من برای هر ماتریس میتونم این ماتریس همسازه تعریف کنم، با همسازه ها از دترمینان ها به دست میاد. در واقع شما برای پیدا کردن سی آی جی این دو تا دترمینان باید بگیرید، چون این دو تا چی دارید؟ مؤلفه دارید. بیرون میزنید توی ماتریس بسیار محاسبات پیچیده میشه، اما شما فرض کنید برای نوشتن یک در واقع رمز یا کد بخواید از ماتریس همسازی استفاده کنید، بسیار سیف خواهد بود، چون محاسباتش پیچیده میشه، امنیت در واقع این رمز یا کد قطعا خیلی ارزشمند خواهد بود. میتونید مثال بزنید راجع به ترانسپوز یک ماتریس؟ من سعی میکنم ماتریس رو n در واقع آ رو بزنم ماتریس مثلا 2-1-0-3، این ماتریس در واقع ترانسپوز سی یک یک رو حساب میکنه میشه چند؟ سه. دترمینان این خب یک به توان منفی یک به اضافه یک میشه چند؟ میشه یک. سی یک دو مسئله منفیه، سی یک دو این رو هست میکنم میشه صفر، میشه کلان چند؟ برابر با صفر. سی یک دو منهای دترمینانش میشه صفر، زد داره میشه صفر. بله سی دو یک این رو هست میکنیم میشه چند؟ منها، در منها یک میشه مثبت یک، و سی دو دو برابر است منفی به توان چهار میشه مثبت یک، دترمینان چیزی که میمونه میشه دو. پس ماتریس همسازه آ مساوی میشه با چی؟ میشه سه، صفر، یک و دو. کارا به اوش متفاوت هستش، یه ماتریس جدید در باره. و ادجوینت آ رو میتونم تعریف کنم، ادجوینت
آ رو میتونم تعریف کنم مساوی است با در واقع تنهاد این میشه چند؟ سه و صرف یک و دو در واقع به این صورت تبدیل میشه به این قسمتی که انجام میدیم. حالا شما میتونید برای ماتریس مثلا آ به مختصات در واقع آ به مختصات یک صفر منهای صفر یک صفر و منهای یک یک صفر در واقع ادجوینت آ رو چکار کنید؟ محاسبه کنید. بله کار وقتگیریه ولی این وقتگیری خیلی بد نیست، نشون دهنده اینه که این کامپلکسیتیش باعث میشه که در واقع امنیت کد رو مثلا یا رمز رو برای مشخص برفرض مثلا شما میگید یه ماسی 4 در 4 دارم، دیدید که در موبایل ها وقتی میخواد رمز بزنید عدد درست میگید یه حرفا بگید در واقع چی؟ قطر عناصر قطر اصلی ترانسپورت ترانهاده ماتریس آ رو میخوام در نظر بگیرم، واقعا محاسباتش سخت میشه و در واقع تو اون قسمت بخواید با جمع صحبت کنیم کاراش خیلی پیچیده میشه تو محاسباتش. اما بریم سراغ قسمت بعدی. از جزء ترانهاده چرا مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه به ارتباط مستقیم بین در واقع دترمینان و ماتریس معکوس رو نگاه کنیم. قضیه که وجود داره این هستش، میگه قضیه اگر آ ماتریس معکوس پذیر باشد و هر دلیلی شما به هر فرمتی ثابت کردید آ معکوس پذیره، آ منهای یک مساوی است با یک بر دترمینان آ ضرب در ادجوینت آ. ادجوینت آ یعنی ادجوینت آ رو شما در دترمینان تقسیم کنید معکوس ماتریس به دست میاد. مثال رو نگاه کنید، مثال آ رو چی گرفته بودیم؟ آ رو گرفته بودیم دو و سه و صفر و منهای یک، درسته؟ حالا از جونت آر چی بده؟ دترمینان آر چند میشه؟ دترمینان آ مساوی است با در واقع 6، درسته؟ الان آ منهای یک مساوی است با از جونت آر چند بود؟ سه یک صفر دو تقسیم بر 6 میشه یک دوم یک شیشم صفر یک صفر، احتمال درست باشه آ منهای یک چون محاسبات ما شاید ایراد داشته باشه، آ در دو منهای یک در این ضرب کنیم میشه یک، دو منهای یک در این ضرب کنیم دو شیشم منهای یک سوم میشه صفر، صفر و سه رو در این ضرب کنیم میشه صفر، صفر و سه رو در این ضرب کنیم میشه یک و درست بود. و این نکته مهمه، این فرمول برای ما ارزش خیلی زیاد داره و شما می‌بینید که دترمینان مخالف صفر در ماتریس معکوس پذیر گفتیم چی؟ دترمینان آ منهای یک مساوی با یک بر دترمینان آ. بهتون توجه کنید. پس اینی که داره ضرب می‌کنه دترمینان آ منهای یک هستش در واقع. در این عبارت ضرب میشه. خب تا اینجا کارا خیلی روتین پیش میره و راحت می‌تونیم راجع به اینا صحبت کنیم. مثلا یه دستگاه از معادلات به شما بدن یکم پیچیده باشه، طولانی باشه، راجع به جواب دستگاه معادلات بخوایم صحبت کنیم، اینکه شما بیاید تحلیلش کنید به روش گوس در واقع تصویر گوس پیش برید معادله رو محاسبه کنید در واقع روش مطمئن رو کارآمدیه اما خیلی وقتگیره. به این مثال نگاه کنید، الان فرض کنید شما دارید معادله رو می‌خواید حل کنید، معادله x منهای 3 y در واقع منهای 2 w مساوی با منهای 5 و معادله 6 منهای 12 y منهای 2 z منهای 6 w مساوی با منهای 19 منفی 2 x به اضافه 10 y به اضافه 2 z به اضافه 5 w مساوی با 16 و منفی x به اضافه 6 y به اضافه z به اضافه 3 w مساوی با 15. اگر این در واقع دسته معادلات رو به شما بدن یه ماتریس درایی می‌دارد، این ماتریس در واقع 1 منهای 3 صفر منهای 2 3 منهای 12 منهای 2 منهای 6 منفی 2 10 2 و 5 و بالاخره منهای 1 6 1 و 3 در واقع به شما خواهد داد. یک ماتریس چند در چند؟ 4 در چند.
عملیاتی که بخوای انجام بدی برای این تا کارش کارشیش کنی یه حرفا کارو خیلی سخت میکنه. اما اگر بدونی معکوس پذیره، دترمینانت ماتریس اگه محاسبه کنید برابر با منهای یک میشه، میشه معکوس پذیر. آمنهای یک رو محاسبه کنید، آمنهای یک میشه صفر یک صفر منفی یک منفی دو، در واقع یک منهای یک یک دو، صفر منهای دو سه سه، و از طرفی دو دو منفی سه منهای دو. محاسبات قطعا محاسبات وقتی خواهد بود، ولی جواب معادله میشه چی؟ x y z در u مساوی است با چند آمنهای همین ماتریس در ماتریس منهای 5، منهای 19، 16 و 15. به راحتی ماتریس جوابش حساب میشه و مقادیرش هم میتونیم به دست بریم. x مساوی 1، y مساوی 2، z مساوی منهای 1 و w مساوی با 0. جوابای معادله میشه. در واقع یک روشی برای محاسبه با جواب. تا اینجا دسته جدیدی از ماتریس‌ها رو برای معرفی کردیم. یک خاصیت دیگه از ماتریس‌ها به نام دترمینان رو معرفی کردیم. اساساً دترمینان‌ها و ماتریس‌های معکوس ارتباط مستقیمی با هم دارن و میتونن در واقع شرایط خوبی رو در حل مسائل ما بدن. اما در ادامه ما می‌خوایم راجع به تجزیه الیو صحبت کنیم. شما در حتی دترمینان دیدید که برای محاسبه در واقع دترمینان یک ماتریس، ماتریسی در واقع بالا مثلثی و پایین مثلثی، مثلا آر بذاریم ما مثلا 1 2 3 5 و مثلا 0 منهای 6 1 2 مثلا 0 مثلا 0 7 11 0 0 0 مثلا 2، اگه این ماتریس به شما بدن، دترمینان ماتریس آر بخوای حساب کنی مساوی است با 6 7 42 تا ضرب در 2 میشه 42 تا میشه 84 تا میشه منفی 84. ماتریس بالا مثلثی با پایین مثلثی گفتیم برابر حاصل در قوس اصلی 1 ضرب در منهای 6 ضرب در 7 ضرب در 2 در واقع دترمینانش حساب میشه. پس اولا ماتریس ها چه بالا مثلث چه پایین مثلثی ارزشمندن. از اول هم خدمتتون عرض کردم روش حذفی گوس میخوام ماتریس ها رو تبدیل کنم به بالا مثلثی و پایین مثلث. بس دیگه از اونجا از شروع میکنی. حالا یه سوال مطرح میشه، تجزیه ال یو. ال یعنی چی؟ ال یعنی لوور تریانگولار. و در یعنی اپر، یو یعنی اپر تریانگولار ماتریس، ماتریس های بالا و پایین مثلث. سوال اینه که آیا می توان ماتریس آ را به حاصل ضرب دو ماتریس پایین و بالا مثلثی نوشت؟ این عمل که آ رو به صورت الیو حاصل ضرب دو ماتریس پایین مثلثی و بالا مثلثی بنویسی بهش میگن تجزیه الیو. تجزیه الیو واقعا هم تجزیه هستی که شما اصلا چی شو وقت بنویسی دو ضرب در سه یه تجزیه انجام میدید، آمل های ضربیش، آمل های اولش، این هم داره به این فرمت انجام میده. خب اگه بخواییم این کار رو بکنیم، فرض کنید اتفاق افتاد، چه کمکی ما میکنه؟ شما مثلا یه ماتریس دارید به صورت اینجوری دترمینان آر میخوای حساب کنید، درسته؟ دترمینان آر میشه چی؟ میشه دت ال ضرب در دت یو، درسته؟ دت ال میشه حاصل در اصل قوس اصلی، این همش قوس اصلی خیلی سریع حساب میشه. در یک نگاه تو محاسبه دترمینان میبینید چقدر ارزشمنده این نوع در واقع تبدیل ها و چقدر به ما کمک میکنه در محاسبه در واقع تبدیل های الیو. اینو حتما توجه کنید بهش که خیلی مورد استفاده رو قرار میگیره. اول من تجزیه انجام بدم، بعد بگم روال این کار به چه صورت. مثال بزنیم. مثال شما ماتریس آ رو بگیرید، آ مساوی با 1 منهای 3 2 و 2 منهای 4، 1 منهای 3 13 و منهای 5. این همشه بنویسیم ماتریس در واقع
میتونی بگی ماتریس یک منهای سه دو صفر صفر و یک صفر منفی یک و نیم یا سه دوم و یک در ماتریس یک دو منهای سه صفر دو چهار صفر صفر هفت. اگه ماتریس در کنیم در این قطعا ماتریس مورد نظری که میخواییم به دست بیاریم به دست بیاریم. مثلا یاد کنید یک صفر صفر زد در یک صفر صفر میشه یک، یک صفر صفر در دو دو صفر میشه چند میشه دو، این هم در این میشه منهای سه. سطح دوم در این ضرب کنیم میشه منهای سه، سطح دوم در این ضرب کنیم منهای شیش دو، دو تا منهای چهار این به دست بیاریم. سطح آخر در این ضرب کنیم منهای شیش منهای شیش منهای دوازده علاوه هفت میشه منهای پنج. درسته واقعا. پس این تجزیه شدنیه. الان من میخوام دترمینان آر حساب کنم، دترمینان آ مساوی است که میشه یک ضرب در یک دو تا دو تا دو میشه چهارده مساوی با چهارده مخالف صفر این ماتریس معکوس پذیره. یه روش باشه بسیار بسیار کارآمدیه و خیلی ارزشمنده تو کاری که انجام میدیم. حتی بعضی ها میتونیم تو حل معادلات دیف معادلات هم خیلی استفاده کنیم. حالا ببین چجوری روش تجزیه ادیو انجام میشه. فرایند یا فرایند یا الگوریتم تجزیه ادیو چجوری تجزیه ادیو انجام میده؟ ببینید شما در فرایندی که ماسه آ رو به شما میدیم تحبیب میخواستیم بکنیم میرفتیم به سمت ماسه بالا مثلثی چیکار میکردیم؟ ما جمله پیشرو رو میگرفتیم زیر به صفر میکردیم، سطر بعدی جمله پیشرو اول عنصر مخالف صفر رو میدیرش صفر میکردیم به همین صورت تا به ماسه بالا مثلثی میرسیدیم. تو همین فرایندی که شما انجام میدید اون آخرش که به یو میرسید اون یو هم ماسه بالا مثلثی است. اما این را از چی میسازید؟ مظالمی که ضرب میکنید اینجا اینو صفر کنید قرینش این رو به شما میده. مثلا سه یکی سه تا درسته؟ با این گرم میشد میشد صفر زدیمی که در این ضرب کردم سه منهای سه میذارم اینجا درسته؟ اینو با این کم میکنم منفی دو بعد در این ضرب کنم با این جمع کنم بشه صفر منفی دو قرارش میشه دو و به همین صورت. اما فرآیند رابطهش به چه صورته؟ میگه اگر آن یک ماتریس مربعی باشد، اگر آن یک ماتریس مربعی باشد در فرایند تبدیل آ به یک ماتریس بالا مثلثی یو داریم. خب ما چیکار میکنیم؟ ورودی چیه؟ ورودی آ یک ماتریس این در اینه. خروجی چیه؟ خروجی یک ماتریس بالا مثلثی یو هستش. پس این ماتریس به من میدید، این ماتریس چی میگیرید؟ بالا مثلثی میگیرید. فرایندی که توش اتفاق میفته چیه؟ خب این فرایند ما انجام میده ماتریس بالا مثلثی به دست بیاریم. ببین تحویل شده نه ها، در بالا مثلثی عناصر زیر قدس اصلی باید صفر میشد. من یک کاری از تبدیل انجام نمیدم، اصلا اگه پنج بودم دستش نمیزدیم. در فرایند بالا مثلثی نه تحویل کرده، لطفا توجه کنید. مرحله یک، مرحله یک آن رو میگرفتیم چند؟ یک دو تا این منهای یک. چرا؟ چون شما آن رو میگرفتید مثلا سطح اول دوم سوم تا آخرین سطحی که اختیار میکردید این بود، درسته؟ این منهای یک مرحله، یعنی این دو در نظر اینو صفر کنید اینو صفر کنید، وقتی اینو حساب میکردید این منهای یکی سطح رو وجود میاد. مرحله اول آن رو بگیریم یک تا این منهای یک. مرحله دو چکار کنیم؟ جی رو بگیریم آی به علاوه یک آی به علاوه دو تا این چی میشه؟ بچه آی رو من بدم یک جی میشه دو، آی رو بدم دو جی میشه سه، آی رو بدم سه جی میشه چهار. یعنی چی؟ شما هی دارید اضافه میکنید میاد پایین. یا خب آی رو که در واقع به شما میدن قرار میدهید تکرار کنید
تکرار کن. اینم تکرار کن. حالا چه اتفاق میفته؟ الف قرار بده چیو؟ ام آی جی رو مساویه منفی آ آی جی تقسیم بر آ آی آی. درسته؟ میخوام چیکار کنم؟ مثلا میخوای با این اینو صفر کنی. البته اتفاق نمیفته. مثلا وقتی مثلا شما میگید سه برابر اینو مثلا میام با یه ضرب میکنم، سه برابر آی چنده؟ آی آی یکه. آی یک یک یکه. تقسیم بر یک میشه یه، میشه خودش. این چند منهای سه در منها در میشه سه آ یک چند؟ دو جی میشه دو دیگه. آ یک دو در واقع میشه این عبارت، میشه سه برابر یک در با این جمع بشه. پس اون مقدار سه میشه منفی این عددی که ضرب میکنی اینجا. حالا چرا جی رو اضافه میکنه؟ یکی ستون اول میخواد زیرش چند بشه؟ صفر بشه. با خودش کار نداره، بعدیش و بعدیش. لطفا دقت کنید. ام آی جی رو بذارید منفی آ آی جی تقسیم بر آ آی آی، قرار قرینش کنید به قرار بده. حالا این مضرب رو در چی ضرب میکنید؟ در سطر، ببین سطر آر جی رو اینجور تغییر میدید. ام آی جی رو در سطر آر آی ضرب میکنید، با آر جی جمع میکنید، تو آر جی قرار میدید که اون در واقع دقیقه مورد هست چی بشه؟ صفر بشه. تو این فرایند که آ رو شما به من بدید، یه ماسه باران مثلثی ایجاد خواهد شد. با این شرایط ام آی جی ها رو قرینه کن، بذار توی ماتریس. چجور؟ ال مساوی است با این ماتریس در واقع یک سه تا الاخر صفر. سطر منهای ام دو یک یک تا الاخر صفر پای مثلث دیگه. منهای ام سه یک، منهای ام سه دو، دوباره ام یک یکش میشه یک، بقیه صفر. تا همینجوری حرکت میکنیم میایم پایین تا چیکار؟ اینا همش میشه یک، آخرش میشه اینا بالا کلا میشه چند؟ صفر. اینم مثلا منفی ام چند؟ ان یک منفی ام ان دو تا منفی ام ان ان منهای تا اضافه میشه. پس این لازمه که حساب تو کنار این قرار بدی، اونگاه آ برابر با چی میشه؟ آ مساوی با ال یو میشه و تجزیه شما کامل میشه. در این صورت، در این صورت آ مساوی است با ال. مثال این فرند رو مثال خیلی سادتر قابل فهمه و خیلی راحت میشه. هم مثال قبلی رو حل کنیم. آ چنده؟ آ مساوی با یک منهای سه دو، دو منهای چار یک، منهای سه سیزده پنج. درسته؟ بیایید با آ ماتریس بالا مثلث رو بسازیم. چیکار میکنم؟ ام یک یک. من چیکار میکنم؟ میام مرحله اولی کار انجام. اینو در سه ضرب میکنم، زیرا صفر میکنم. چون مرحله دوی نوچه آ دو یک رو میخوام انجام بدم، ام دو یک میشه چند؟ سه. پس میشه یک دو منهای سه صفر، شیش دو، سه دو تا شیش تا دو تا، منهای نو میشه چهار. درسته؟ بعد ام سه یک منفی دو برابر این رو اضافه میکنم با آخری، میشه چند؟ صفر منفی دو منهای سه منفی دو شیش و پنج یازده. درسته دیگه نه؟ حالا با دو میام زیر در واقع چی؟ دو رو صفر میکنم. حالا میشه چند؟ ام اینجا دارم کار میکنم، سه دو مضرب سه دوم، سه دوم رو در این ضرب کنم با این جمع کنم، سه دوم میشه چند؟ میشه یک صفر صفر دو منهای سه، سه دوم این رو با این جمع کنیم میشه دو چهار صفر، سه دوم چهار میشه چند؟ شیش با یک میشه هیرده، میشه بار مثلثی. اما المون چی میشه؟ ال مساوی است به یک ماتریس یک صفر صفر
درسته؟ منفی 3 درسته؟ 1 0 منفی 2 میشه 2 منفی 3 دوم 0 به این نگاه کنید. این هم واسه مورد نظر بالا مثلث این 17 است در واقع. من 7 گذاشتم 17 است. دقیقا رابطه که میخواییم به دست میاریم. پس یه بار دیگه حسابش کنم من. 3 دوم این 3 دوم میشه چند اینجا که گفتیم اگه خواستیم اینو صفرش کنیم منفی 2 برابر اینو با این جمع کردیم منفی 2 ستا میشد 6 تا با 5 جمع کردیم شد چند 11 درسته. حالا منفی 3 دوم 3 دوم که ضرب کنیم 6 شده میشه 11 دقیقا درسته و این میشه ماتریس U ما در واقع این میشه ماتریس L ما و A مساوی است با L U این تجزیه در واقع مستقیم L U هست. دو تا روش در روش تجزیه L U وجود داره که خیلی حائز اهمیته. یکی روش دولیتل یکی روش دروت که در واقع کروت ببخشید که در واقع برای ما خیلی مهمه تو محاسباتی که انجام میدیم. اول روش دولیتل رو انجام میدیم. در روش دولیتل خیلی ساده در واقع این کار انجام میدیم. میگه شما اگه یک ماتریس بالا مثلثی به شما داده اگه ماتریس آدادن فرض کنیم روش چی؟ اینجا میسیم روش دولیتل روش دولیتل در تجزیه LU فرض کنیم ماتریس A نقه داده شده است. بچه چکار میکنیم؟ ماتریس L رو قطر اصلیش رو میزنیم چند یک A رو میزنیم چند A مساوی با AIJ رو که N در N میزنیم یه ماتریس پای مثلثی در این ماتریس چی؟ بالا مثلثی N در N N در N این پای مثلث قطر اصلی میزنیم یک 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 بالا صفر پایین هم که L دو یک L سه یک L سه دو تا L N یک تا L N N N های این هم چی؟ قطر اصلی هم بود هر چی که در دلخواه میزنیم U یک یک U دو دو U سه سه چند تا U N N پایین میشه چند کامل صفر میشه بالا هم که میشه U یک دو تا U یک N به همیشه تا الاخر که ادامه میدیم. با این ضرب به راحتی شما میشه چی؟ L U رو محاسبه کنید. مثال خب ضرب و تقسیم انجام میدید با این متحد قرار میدید و L I ها و U I J ها رو محاسبه میدید و محاسبتون کامل به دست میدید. بیا همین ماتریسی که الان داشتیم حل میکردیم یک دو منهای سه منهای چهار سیزده دو یک منهای پنج این همین تجزیه میشیم اینجا بگیریم. من چیکار میکنم؟ ماتریس A رو مینویسم چی؟ ماتریس A شم بود یک منهای سه دو دو منهای چهار یک منهای سه سیزده پنج این میشه مساویه با یه ماتریسی که اینجا هست یک صفر صفر L دو یک یک صفر L سه یک L سه دو یک بیزه در ماتریس U یک یک من این مثال رو بذارم پاکش کنم اسم مثال رو U یک یک U یک دو U یک سه بعد صفر U دو دو U دو سه صفر صفر U سه سه. حالا ضرب انجام بدیم محاسبات صورت بگیره. ببین بچه ها این اگه در این ضرب کنیم U یک یک مساوی میشه با سطر اول در ستون اول U یک یک مساوی باشه همین میشه میشه یک و سطر اول در ستون دوم U یک دو به دست میاد مساوی با چند دو و سطر اول در ستون سوم U یک سه میشه چند منهای سه. خب ادامه سطر دوم در ستون اول L دو یک U یک یک این در این این در این این دوتا صفر
L دو یک در U یک یک، یک در صفر، صفر در صفر، مساوی با چند میشه؟ این در این ضرب میشه، میشه این دیگه، میشه منهای صفر. درسته؟ U یکی که داریم یک، L دو یک به دست میاد چند؟ منهای صفر. دوباره این رو در این ضرب میکنیم، L دو یک، U یک دو، L دو یک، U یک دو، خب به اضافه U دو دو مساوی با صفر، چون قسمت صفره. حالا محاسبه کنیم، U یک دو رو چند داریم؟ دو. L دو یک رو داریم چند؟ منهای سه، میشه منفی شیش. U دو دو میشه شیش، U دو دو میشه چند؟ شیش. بریم ادامه بدیم، اینو در آخری ضرب کنیم، L دو یک U یک سه، L دو یک U یک سه، اگه اشتباه نکنم درسته؟ L دو یک U یک سه، U به اضافه U دو سه، U دو سه مساوی است با صفر. دوباره این باشه مساوی صفر قرار میدن. الان L دو یک در U یک سه، این در این، این در این، جمعشون چند میشه؟ سطر دوم در ستون سوم میشه چند؟ میشه 13 دیگه. سطر دوم در ستون اول میشه، ستون دوم میشه منهای 4، این در این میشه چند؟ 13. من دارم اشتباه میگیرم، این درست بود؟ U L 2 1 در U 1 2 درسته، 1 در این، 0 در این، این در این ضرب بشه میشه منهای 4. چرا باشم این منهای 4؟ پس U D میشه چند؟ 6. منفی 6 منهای 4 میشه چند؟ میشه 10. چطور نوشتم؟ L دو یک در U یک دو، U دو دو صفر، این در این ضرب بشه میشه منهای 4. درسته؟ این که بود منهای 3، این هم که بود 2 میشه منهای 6. منهای 6 بطرد بشه میشه 2، میشه مثبت 6 با منهای 4 میشه 2. دقیقا درست. دوباره L دو یک در U یک سه، یک در U دو سه، صفر در این میشه صفر، این ضرب بشه میشه 13 نه صفر. خب L دو یک رو داریم چند؟ منهای 3. U یک سه داریم منهای 3، میشه 9. 9 به اضافه U دو سه داریم؟ نداریم، به اضافه U دو سه مساوی با 13. U دو سه به دست میاد چند؟ U دو سه به دست میاد 4. خب درسته؟ بله اگه بخوام L رو حساب کنم، L به دست میاد چند؟ 1 0 0 منهای 3 1 0 دیگه این اضافه حساب نکردم. U نگاه کنید، U به دست میاد 1 2 منهای 3، بعد U 2 2 برابر با 2 این 0 چون پالا مثلثیه. U 2 2 U 2 3 میشه 4. درسته؟ تا اینجا درست رفتیم؟ یک صفر صفر منهای سه صفر یک، یو چیه؟ صفر دو چهار، یک دو منهای سه. بقیه هم ادامه بدیم، به همین فرمت حتما به جواب میرسیم، به این صورت که محاسبه میکنیم. الان سطر سوم در اول، ال سه یک، یو یک یک مساوی با این در دو تا هم که میشه صفر، میشه این مساوی با دو میشه، یو یک یک برابر با یک، ال سه یک میشه چند؟ دو. درسته؟ این رو در این ضرب کنیم، L سه یک در U یک دو به اضافه L سه دو در U دو دو، درسته؟ اونم که میشه صفر، ضرب بشن در هم دیگه، این در این میشه یک. در واقع حالا محاسباتش رو انجام بدم، من توی این قسمت L سه یک میشه دو، U یک دو چنده؟ دو. به اضافه L سه دو رو ندارم، U دو دو چنده؟ دو. مساوی است با یک. میدون طرف دو یک میشه چند؟ منهای یک. تقسیم بر دوش منفی یک دو، L سه دو میشه منفی یک دو. نه نه، چهار، چهار میشه منفی یک، چهار میشه منهای سه دو. درسته؟ پس L سه دو هم میشه چند؟ L سه دو اینجا میشه چند؟ منفی سه دوم، ال سه یک شد، دو اینم که میشه یک، ال یک کامل شد.
یو چی؟ یو هست صفر صفر یو سه سه رو میخواییم حساب کنیم. برای دست آوردن یو سه سه کافیه کار انجام. پس ال درست شد. یو سه سه رو میخواییم حساب کنیم. سطر آخر در این ال سه یک در چی؟ یو یک سه ال سه دو در یو دو سه درسته؟ یک به اضافه یو سه سه مساوی است با یک پنج رو بخشید برابر است با پنج ال سه یک دو منهای شیش میشه به اضافه ال سه دو منفی سه دو بود یو دو سه یو دو سه چهار چهار در منفی سه دو بشه منهای شیش درسته؟ به اضافه یو سه سه مساوی با پنج شیش و منهای شیش میشه شن منهای دوازده میشه هیفده یو سه سه میشه هیفده نمیشه هیفده اینم روش دیگهی برای محاسبه باز تجزیه الیو به کمک دولیته در روش دولیته خیلی راحت آره میمیسن یه مادسه پای مسلسی در بالا مسلسی فقط قطر اصلی پای مسلسی میذارن یک شروع میکنن به محاسبات به ترتیب که پایین بیای هم ال هم یو مشخص میشه در مقابل این روش در واقع کروت هستش در کروت ها این دفعه در واقع قطع اصلی یو رو میذاریم یک و ال رو در واقع دلخواه میذاریم روش کروت در تجزیه ال یو تجزیه ال یو باز فرض کنیم ماتریس مربعی آ داده شده باشن بچه آ میداریم چی؟ ال یو که در آن ال یک ماتریس پای مثلثی مثلثی دلخواه و یو یک ماتریس بالا مثلثی دلخواه اما با درایه های روی قطر اصلی یک هستن بازم به همین روش این دفعه مثلا شما قرار بخواید بدید آر رو می‌نویسی چی؟ میشی ال یک یک صرف صرف تا الاخر ال دو یه ال دو دو صرف صرف الاخر تا ال ان یک ال ان دو تا ال ان ان بالا صفر همه درست؟ در چی درد میکنیم؟ در یک ماتریس در واقع بالا مثلثی یو درد میکنیم به این شکل در مثلا ماتریس یو یک یک اینجا که میشه یک دیگه درسته؟ یو یک دو تا یو یک ام صفر یک یو دو سه تا الاخر یو دو ام بعد صفر صفر یک بعد یو سه چهار یو سه سه الاخر باز همه پایین صفر تا بیاد بسه چند به یک این دفعه قطر اصلی ماتریس یو رو گذاشتیم یک باز جمع و ضرب کنید تجزیه یو رو به شما کاملا خواهد داد پس موفق شدیم اینجا انواع در واقع تکنیک ها خواص ویژگی های ماتریس ها رو مشخص کنیم برای شما معین کنیم که این ماتریس چه وضعیتی داره محاسبات ماتریسی در این حالت در واقع ابتدایی انجام بدیم اینجا بحث ماتریس ها و دستگاه معادلات تموم میشه در جلسه بعد میخوام یک عامل معرفی کنم برای عامل جدید و خیلی خیلی مهم در معرفی ساختار یک ماتریس مثلا شما میگید ماتریس من همونی باشه بالا مثلثی باشه قطری باشه شرایطی رو ایجاد میکنیم که به کمک یک سری محاسبات جبری بتونیم بگیم این ماتریس قطری شونده هست یا نیست دترمینانش چقدره چه اتفاقی واسش میفته که به نظریه طیف میگن نظریه طیف یا اسپکترال تیوری نظریه طیف سنجی در واقع به کمک معرفی طیف یک ماتریس مجموعه مباحث رو شروع میکنیم که اونجا خیلی کارآمد تونیم وضعیت ماسو رو مشخص کنیم موفق باشید